سلام میکنم به خانم رجوی رئیس جمهور مقاومت که مردم و مقاومت اونها رو همه جا نمایندگی میکنن و تعظیم میکنیم بر تک تک شهدای قیام آمان 98 که در قلب هر ایرانی وطن پرستی جا دارن و سالگرد این مناسبت بزرگ ملی میهنی را از طرف اتحادیه انجمنهای جوانان دموکراتیک ایرانی هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران به رهبر مقاومت برادر مسعود به خاطر داشتن چنین نسل رشید و شورشگری که نتیجه جوشش خون شهدای دهه 60 و سربداران 67 هست تبریک میگم. به حق قیام آبان 98 شورش علیه فاشیسم و مذهبی حاکم بر کشورمون بود و عوام فریبان هم هر کاری میکنن نمیتونن این رو بپوشونن. برخی میگن قیام آبان پیکار مردم ایران برای نان و آزادی بود. البته که 1500 شهید قیام آبان نه نان داشتن و نه آزادی. ولی خوب میدونستن که تا این رژیم سر کار هست هیچ کدوم رو به دست نخواهند آورد. 12,000 دستگیر شده بود هم که در زندانهای رژیم زیر شکنجه هستند به این چشم ندوختند که از این رژیم جنایتکار لغو مجازات اعدام و آزادی زندانی سیاسی در بود. در قیام آبان 98 سرنگونی رژیم در تمام میتش می‌خواستم و اینکه جمهوری دموکراتیکی سر کار بیاد. شعاراشون این رو نشون میداد، مثل شعار مرگ بر خامنه‌ای، حکومت آخوندی نمی‌خوایم، نمی‌خوایم و مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. جلوداران این قیام همونایی بودن که امروز جون بر کف با شهامتی خارق‌العاده در دیوارهای شهرهای مختلف میهنمون شعار مرگ بر خامنه‌ای، درود بر رجبی و سرنگون باد رژیم آخوندی رو می‌نویسن. و وقتی نوید افکاری شهید میشه به بیدادگاهی که حکم اعدام اون رو صادر کرد، آتش در برابر آتش رو نشون میدن. در اینجا میخوام بهتون گزارشی بدم از کمپینی که 2 هفته پیش به مناسبت سالگرد قیام آبان در فضای مجازی با هشتگ فارسی آبانی دیگر بسازیم و هشتگ انگلیسی We Stand For Free Iran شروع کردیم. خیلی از ایرانی ها از این کمپین استقبال کردن و عکس ها و کلیپ های شهدای آبان تو این کمپین گسترش یافت. یکی از هموطنانمون نوشته بود ایران ما هر روزش آبانی دیگر است. یکی دیگر نوشت و ما بیگمان با هشتگ آبانی دیگر بسازیم بساط آخوندهای دین فروش را در از ایران جمع خواهیم کرد. این کمپین هنوز ادامه داره و انتظار ما اینه که هموطنان بیشتری در اون شرکت کنند و به اون بپیوندن. در اینجا میخوام صحبتامو کوتاه کنم و از خواهر مریم اجازه بخوام که قسمتی از قطعنامه اتحادیه انجمنهای جوانان دموکراتیک ایرانی رو در برنامه امروز برای امروز روی خط هستند بخونم. 1. جامعه ایران در وضعیت انفجاری است. مقامات رژیم علناً و مستمراً نسبت به قیام بعدی ارتش گرسنگان عواقب آن برای رژیم آخوندی هشدار می‌دهد. تنها راه حل بحران ایران سرنگونی این رژیم به دست مردم و مقاومت است. حمایت از کانون‌های شورشی مجاهدین خلق در داخل ایران یک وظیفه ملی و میهنی برای تحقق این هدف است. قیام آبان یک بار دیگر خواسته مردم ایران برای سرنگونی تمامیت رژیم را به نمایش گذاشت. ایستادن و مقاومت کردن در مقابل پاسداران جنایتکار و دیگر نیروهای سرکوبگر رژیم حق مردم ایران است. قیام آبان نشان داد که مردم ایران با الگوی کانونهای شورشی مسیر مقاومت را انتخاب کردند و هیچ ارزشی برای دعاوی کسانی که می‌خواهند به درون نظام برگردند و یا متحدان خارج نشین آنها قائل نیستند.
سه، رژیم ملایان که با ایزولاسیون داخلی و بحران‌های داخلی و بحران‌های خارجی مواجه است، بیشتر از پیش مقاومت ایران را تهدید اصلی خودش می‌کند و برای مقابله با آن به هر جنایتی دست می‌زند. به نحوی که مقامات رسمی خودشان برای جلوی برای تحویل دادن بمب به صحنه می‌فرستند. 4. یک سیاست قاطع تنها راه درست برای جلوگیری از گسترش تروریسم رژیم ایران است. سفارت‌های رژیم مراکز جاسوسی هستند و از کارهای تروریستی آنها پشتیبانی می‌کند. پس سفارت‌ها باید بسته شوند و مزدورانش تحت هر عنوانی تجاری، فرهنگی، مذهبی، خبرنگاران و غیره از همه کشورها باید اخراج شوند. وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران هم باید در لیست تروریستی اتحادیه اروپا قرار گیرند. 5. ما خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی هستیم و از جامعه بین المللی می خواهیم یک هیئت تحقیقات از طرف سازمان ملل به ایران اعزام کند تا از زندانیان سیاسی، مخصوصا زندانیان قیام های سالهای اخیر بازدید کند. 6. طرح 10 ماده خانم رجوی برای آینده ایران که خواهان اقتصاد انتخابات آزاد، اقتصاد آزاد، برابری زنان، مذهبها، ملیتها و سیاست خارجی بر پایه همزیستی مسالمت آمیز و یک ایران غیر اتمی است، بهترین تضمین دموکراسی است. زمان آن فرا رسیده که جامعه جهانی حق مردم ایران برای سرنگونی رژیم و استقرار یک حکومت دموکراتیک را به رسمیت شناخته و در کنار مردم ایران و مبارزات آنها قرار گیرد. با تشکر و درود به همه شما.